سلام بر بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز. جمعه و طبق معمول در کنار دوست نازنینم و همکار خوبم زهرا سروش. سلام عرض میکنیم خدمت شما و واقعا تو قلبمون هستین دیگه. سالیان ساله وقتی یک چیزی میره تو قلبه دیگه بیرون نمیاد. دقیقا همین. دوست خوب، آدینس خوب، همراه خوب و دقیقا. ما سالیان ساله که با شما آشنا هستیم، تلفن‌های قشنگتون، روابطی که با ما دارید بیرون از اینجا ما رو میبینید و خیلی حس خوبیه. حس اینه که آدم تنها نیست، دوستای خوبی داره مثل شما، مثل پوری جون، و این چهره ها سالهای سال خودمونی داره برگزار میشه. خیلی هم خوب پیش رفته، خدا رو شکر. خیلی خوب پیش رفته با وجود بینندگان عزیز، از بس واقعا مهربون و خوب هستن. سورو جون، هیچ به نظر من هیچ حسی از این قشنگتر نیست که آدم احساس کنه که مردم دوستش دارن. خیلی حس خوبی، حس دوست داشته شدن. نه. یه حسی که با ما به دنیا میاد. دقیقا میبینی که بچه ها وقتی به دنیا میان، مثلا دومی که میاد میگن حواستون به اولی باشه، چون فکر میکنه ناره تقسیم میشه، نکنه نگاه ها بهش کم باشه، نکنه توجه. نه، این دست خود ما نیست. ولی چطوری میتونیم اینو به وجودش بیاریم که آیا تقلبی و فیک خواهد بود یا اصلی؟ خیلی باید رو خودمون کار بکنیم، یعنی ببینیم به چه قیمتی. مثلا آیا من باید مثلا یه کارایی رو بکنم که برخلاف وجدانمه، برخلاف انسانیته، برخلاف وجود انسانیه، برای اینکه به دست بیارم اتنشن دیگران رو یا توجه دیگران رو؟ اونو ما بشنیم کار خرابه. اون خرابه، یعنی دیگه این، آره، این دوست داشته شدن اون از ریشه خرابه. آره، که بخوایم مثلا مورد توجه قرار بگیریم. نه، ما به تعداد انگشتامون اگه دوست واقعی داشته باشیم شاید هم کمتر، خیلی بیشتر میصرفه. من تجربه به من ثابت کرده، یعنی به ما ثابت کرده در حقیقت، هر چقدر در هر کار زمینه، در هر زمینه، در رابطه معاشرت ها با دوستان، خانواده، هر چقدر ساده تر و صمیمی تر باشی، خب دوستت دارن واقعا. یه جایگاه خاصی برای خودت داری و من این از این دید دارم نگاه میکنم. این دید خیلی برای من مهمه که بس دوست داشتن فقط به مال و منال نیست، به رازی نگه داشتن این و اون به ظاهر نیست، چون الان باب شده. که البته بجز این که باب شده، خطرم داره ایجاد میشه که بیام با سرمایه مردم، با وسایلی که از مردم میتونم استفاده و سوء استفاده بکنم، دیگران رو راضی نگه دارم و بخوام مورد توجه قرار بگیرم. خب این خیلی دیگه بده. آره، این مثل یه قوری خالیه، یعنی سر و صدا داره ولی محتویات نداره. دقیقا. قوری اگه پر باشه بذاری دمه، سر و صدا ما همیشه راجبش حرف میزنیم. اینه که هرچی خودمون باشیم، در صلح با خودمون اول آشتی باشیم و کامل باشیم، دوستایی هم که میان در کنارمون انتخاب شده هستن. ما زیاده روی تو هر کاری بکنیم به درد نمیخوره. من زیاده روی، حتی دوست یعنی این که زیاده روی نکنم، حتی بالاتر از عشقه. چون برای عشقت ممکنه زیاده روی میکنی، یه جایی هم خسته میشی، حتی برای بچه هامون. حالا یه سوالی از شما دارم در تایید حرف شما. بعضی از افراد هم میبینین دون میپاچن برای دیگران که بخوان مهر بخرن، مهرورزی، شکارچی هن. آره دیگه، تور پن میکنن و یه چوب میذارن زیرش، دونه میپاشن. بعد گنجشگاه و پرنده و چکاوک ها میرن زیرش که دونه رو بخورن. یه دفعه در حقیقت باج میدن برای رابطه ها. آره. باج میدن برای معاشرت ها. شما این از چی دیدی نگاه میکنین؟ آیا این نوع معاشرت ها، این نوع رابطه های باجی، آیا میتونه دوام داشته باشه واقعا؟ هرگز به نظر من. حالا هممون هم تجربه داریم، میدونیم که واقعیت نداره. هر چیزی که مصنوعی باشه، مثل اینه که یه ساختمان خیلی مجلل رو روی باتلاق بساز، پایه نداره که. نه دیگه، برای که فکر کنم از درون اینا انقدر
خالی هستن و هیچ چیزی هپیشون نگه نمیداره، چون وجودن فقیرن. بنابراین سعی میکنم با اینو رابطه ها برقرار کردن، بعد رو خودمون کار کنیم. پوری جون من فکر میکنم از این برنامه ها بیشتر درست کنیم، مثلا چهره ها رو بیشتر ببینید. امروز خیلی کلیپ های قشنگ رو به درد بخور آوردیم، هم از نظر سلامتی، ماساژ، در مورد مو میخوایم صحبت بکنیم، حرفای قشنگ. من یه کاری کردم پریشب، غروب بود و اینا، بعد دیدم که بابام نشسته پوری جون و یه کمی غروب که میشه خودش غمگین هست. بس سنت هم بالا باشه، حوصله‌ات سر میره، خب انگلیسی هم که نمیدونی، فیلمایی هم که داره پخش میشه بچه‌ها احساس کردم باید یه کاری بکنم، باید به وجود بیاری شادی رو دیگه. این دورم که خب همه روانشناسا میدونن، هممون هم تجربه کردیم، کافیه ما به خانوادهمون، به دوستامون و به بچه‌هامون شادی رو یاد بدیم. دقیقا. خوشحالی کردن دقیقا. و با چیزای کوچیک میشه به وجودش بیاری. بعد من گفتم بذار برم شوخی کنم، رفتم یه ذره پودر کاکائو با پودر کافی و عسل و یکم شیر قاطی کردم، زدم به صورتم، خب سیاه شدم دیگه، قهوه تیره تا گردنم، و اومدم بیرون گفتم سلام حال شما به بابا. یوخ زد زیر خنده، گفت چرا این شکلی شدی؟ گفتم میخوای تو رو این شکلیت کنم. براش هم زدم، یه پیشبند زدم و برای بابام هم زدم، برادرم هم از راه رسید براش زدم. چه جاله، ستایی هی عکس گرفتیم، حالا دفعه دیگه عکساش هم میارم اجازه، عکس گرفتیم و هی برای دوستا و مثلا خانوادم کاش برای منم میفرستیم. آره یه تکس چیزی درست کردیم برای دوستا آخر فرستادیم، همه خندیدن و شوخی کردن و حالا هم پوستمون خوب شد و ماسک زدیم، معلومه. آره هم بابام حالش خوب شد، اصلا فضا عوض شد. اینه که میشه با یه چیزای کوچیکی شاد بود، دنبال چیزای گنده نگردیم و بزرگ که حالا من باید مثلا این ساعتم از طلا باشه، این مثلا میکروفون طلا باشه تا من حالم خوب بشه. این برای یه روز ممکنه حال منو خوب کنه، دوباره اصلا یادم میره این طلاست. درد همین شده دیگه الان تو ایرونیا متاسفانه، بین میل و ملال گیر میکنیم. بریم یه ویدیو خوشگل ببینیم، حال خودمون رو خوب کنیم و برگردیم و یه عالم حرفای قشنگ داریم باهات. با ما باشه. دنیا بعد عشقت با من مهربون شد، هرچی که میخواستم دیدی که همون شد، قلبم قلب خستم مونده روی دستم، من خاکم تو گنجی ای جان، تو رنگین کمونی میترسم نمونی، میترسم برنجی ای جان، لبتر کن که جونمو بدم یه شب برات پرپر کن، غمای زندگیمو با چشات باور کن، که زندم با زور خندهات، عشق عاشقتم که قهر تو، واسم یه ثانیش یه ساعته، احساسم همش عشق کی گفته عادته، میشناسم تو رو خیالم از تو راحته، عشق عاشقتم که از تو که نمیشه موند، اون نگاهی که یه هم خواب از سرم پرون، یادم نمیره وای یادم نمیره، اونی که با یه نگاه دست تنهایی ما خوند، اومد و تا آخرش با من عاشقونه موند، یادم نمیره وای یادم نمیره ای جان، لب تر کن که جونمو بدم یه شب برات پرپر کن، غمای زندگیمو با چشات باور کن، که زندم با زور خنده هاتش عاشق
خودتم که قهر تو واسم یه ثانیش یه ساعت احساسم همش عشقه که گفته عادت میشناس. آدم با این موزیکا واقعا سرحال میاد. سرحال میاد. بچه ها چه کار دارن میکنن تو ایران؟ موسیقی و موزیک و شادی و اینا مثل هوا و اکسیژنه. نمیتونن. دیکتاتورا هم نمیتونن جلوشو بگیرن. دقیقاً مگه ایران نه دیکتاتوره دیگه؟ مگه نه دیگه شادی و خوشحالی رو بگیرن؟ نمیتونن. تونست از مردم بگیرن. نه نه امکان نداره که بتونن بگیرن. و اینه که به نظر من خوبیش اینه که همطور که داشتیم حرف میزدیم ادامه بدیم خوشحال شدن خودمون و بچه همون و نوهمون. دقیقاً دیگه بقیهشون راهش رو پیدا میکنن و یاد بگیریم که از بچه ها یاد بگیریم. اینقدر یه مادر مضطربی رو نشون میداد که اومد تو خونه بعد بچه کوچیکش کفششو انداخت و رفت از پاش در برد رفت بعد گفت نه 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 باید برگردی اینا رو جفت کنی. بعد مغزش داشت میگفت اگر اینا رو جفت نکنه بدن نامنظم میشه بعد رخت خوابش هم منظم نمیکنه بعد میره مدرسه اینطوری میشه بزرگ میشه موفق نمیشه. تا 40 سالگی بچهش یک لحظه تو مغزش بود خودم منفجر میشه دیوونه میشه دیگه. خیلی بده. خیلی بد آدم بخواد رو بچه فشار بیاره. این همه فشار آره دیگه رو بچه میاری. اینه که آرامش اگر من میخوام بچم آروم باشه نمیتونم با استراب آرامشو بهش بدم. ابدا. نمیتونم بهش بگم مرتب باش ولی خب نامنظمی مغزم خودش بیشتر روش تأثیر میذاره. حالا کفشو خودت برده جفت کن دفعه دیگه خودش یاد میگیره. اون خوشحال بود که بره رو موب بگیره بخوابه جیغ بزنه و بذار راحت باشه. دقیقا. اونجایی که آسیب نمیذارن بچه ها باید راحت. ولی خب دست خودشون هم نیست مادرها. ما قبلا این تجربه رو نداشتیم دیگه. الان از بس با از روانشناسا شنیدیم و نمیدونم تعلیم و تربیت و این همه مشاوره اینا آدم به نتیجه میرسه. ولی گذشتم همینطور بوده. هر چی پدر و مادر آروم مثلا میخوای کتاب بخونن خب خودت برد بخون دیگه. هی به اون هر چی بگی فایده نداره. خودت بشین یه گوشه حالا یه دفعه نمیخونه دو دفعه ولی رفتار بیشتر اثر میذاره. به قول اینجا یه بیهیویر اثر میذاره تا چی بشه. حالا برگردیم سر قولی که داده بودیم. یه پژوهش و گزارشی آماده شده از بی بی سی. البته من یکم قصم شد این گزارش رو دیدم. چون دوست دارم پاشنه بلند بپوشم. تقو 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 پاشنه هست قدید بلنده که اصلا ایچهش به پاشنه نداری. نه اونقدر ولی حالا تازگی البته پهن تر میگیرم و یه ذره کوتاه تر. ولی یک گزارش بسیار جالبیه که ببینیم که چرا نباید بپوشیم. من سال هاست که نمیتونم کفش پاشنه بلند رو بیشتر از چند دقیقه اونم فقط جلوی دوربین تحمل کنم. ولی در عهد جوانی ساعتهای طولانی کفش پاشنه بلند میپوشیدم و راه میرفتم. سری زدم به یکی از مجهزترین مراکز تحقیقاتی لندن که روی تاثیر کفش های پاشنه بلند روی کمر، ساق پا و ستون فقرات تحقیق کردن. یه نگاهی بندازیم ببینیم من تو این مدت چه بلایی سر خودم آوردم. حسگرهای کوچیکی به لگن، رون، زانو، ساق و روی پاهام وصل می کنند. دوربین های سه‌بعدی که در این اتاق هستند فقط حسگرها رو می بینند و حرکاتشون رو ضبط می کنند. بعد حرکات این حسگرها رو در مدلی کامپیوتری بازسازی می کنند. دکتر مکلاک نتیجه چی بود؟ خیلی هم بد نیست ولی وقتی راه میری به طور ارثی کمی عدم تعادل داری. وقتی داشتی راه میرفتی دقت کردم که لگن چپت بیشتر از راست میومد پایین و این نمودارها هم دقیقاً این رو نشون میده. وقتی به پاشنت نگاه میکنیم با اینکه کف پات صافه اما ماهیچه های پاشنه حرکت رو خوب کنترل میکنن. خط قرمز پای چپت رو نشون میده و پاشنه چپت یکم بیشتر طول میکشه تا بچرخه و گام برداره. برای همین پای چپ به اندازه اون یکی پا قرص و محکم نیست. این همه ایراد تازه قبل از امتحان کردن کفشای پاشنه بلند بود. دکتر مکلاک میگه تحقیقات تأثیرات منفی ریز و درشت پاشنه بلند رو ثابت کردند. اولین تأثیر واضحش درد پاست. هم درد موقتی که بعد از طولانی پوشیدن کفشای پاشنه بلند حس میکنیم، هم پادرد مزمن در سنین بالاتر اگر بیشتر از 5 سال با این کفش ها راه بریم.
تأثیر دومش خشکی بیش از حد پوست پا، پینه زدن یا انواع بدشکلی های انگشت است، از جمله انگشت چکشی و قوز شست پا. و تأثیر سومش اینه که ماهیچه ساق پا در طول زمان با پوشیدن کفش پاشنه بلند تا 13% کوتاه‌تر میشه. ولی اینطور که این حسگرها نشون دادن، ضررهای پاشنه بلند برای من از این حد هم فراتر رفته. وقتی پاشنه بلند میپوشی همه اشکالات تشدید میشه. نمودارا نشون میدن که اول عدم تعادلت بیشتر شده و دوم چرخش لگن به داخل بیشتر از حد عادی شده که این احتمال کمردرد رو بالا میبره. پاشنه چند سانتی این آسیب ها رو وارد میکنه؟ هر پاشنه‌ای بلندتر از 1 سانت این آسیب‌ها رو می‌زنه. هرچی بلندتر باشه آثارش مخرب‌تره. برای همین اگر حتماً می‌خواید پاتون کنین، پاشنه‌های کوتاه‌تر رو انتخاب کنین. هرچه پاشنه کلفت‌تر هم باشه، سطح تماسش با زمین بیشتره و ضررش کمی کمتر. کفش‌های نوک‌تیز از همه بدترند؟ به خاطر فشار زیادی که نوک تیز کفش به انگشت ها وارد میکنه، احتمال دفرم شدن پا، مثلا قوز شست پا و انگشت چکشی در کفش های نوک تیز بیشتره. دکتر مکلاک میگه حمل کیف سنگین هم تاثیرات منفی زیادی روی بدنمون میذاره. وقتی با کیف دوشی سنگین راه میری، شونه‌ای که کیف روش هست رو خیلی بالاتر از اون یکی نگه میداری. این به ستون فقرات آسیب میزنه و یکی از دلایل اصلی کمردرده. همینطور نمودارا نشون میده که موقع راه رفتن با کیف سنگین، لگنهات هم بیشتر از حد عادی به داخل چرخش پیدا میکنن. حالا اگه همچین کیف سنگینی و چند سال پشت سر هم آدم رو دوشش بندازه چه تأثیری داره؟ نکته همینجاست. تبعات منفیش در طول سالیان با هم جمع میشه. اگه چندین سال پشت هم کیف سنگین حمل کنین یا کفش پاشنه بلند بپوشین، اثرش رو میبینین. معمولاً کسایی که با مشکلات اساسی به ما مراجعه میکنن در میان سالگی هستن. 80% جراحی هایی که من روی بیمارانی که مشکل مورتون نوروما دارن انجام میدم روی خانم هایی که 40 سالشونه، چون اثر مخرب این کیف و کفش ها در اون سن خودش رو نشون میده. خب کیف دوشی هم دیگه نمیندازم، یا کوله پشتی یا کیف چرخدار. آیا این آسیب ها قابل اصلاحند؟ تا جایی که پاتون تغییر شکل نداده باشه میشه اصلاح کرد. یعنی مثلا انحراف یا قوز شست پا نداشته باشین یا انگشتای پاتون حالت چکشی نشده باشه که نیاز به جراحی داشته باشین. فکر نکنید که میشه کل هفته کفش پاشنه بلند بپوشید و آخر هفته برای جبرانش با کفش ورزشی برید بدوید. چون ماهیچه ساق پا که کوتاه‌تر شده، زمان برای انطباق با وضع جدید رو پیدا نمی‌کنه و آسیب بیشتری بهش وارد میشه. همیشه گفتن بکشید و خوشگلم کنید. راستش من نه با کفش پاشنه بلند خوشگل شدم، نه مثل این خانم تونستم خوشگل راه برم. چرا باید علاوه بر تحمل دردش ماهیچه پام رو کوتاه‌تر کنم، انگشت‌های پامو دفرمه کنم، کمر درد بگیرم، تعادلمو به هم بزنم؟ برای من نمیارزه. شما رو نمیدونم. چی کار کنیم دیگه؟ وقتی جوون باشیم دیگه هزار مثل الکل، مثل هر چیز دیگه. خب این در میگه تو همون دوران جوانی زدی میشه دیگه. خب البته ببین، لباسم خداییش با کفش پاشنه بلند زیبایی خاص خودشو داره، اندام بیشتر دیده میشه. دقیقاً همینه. اون البته توی دنیای کفش اولش اگه برگردیم به قرن‌های قبل، پاشنه بلند مال آقایون بوده. آره، مال پادشاه ها بوده. به خاطر اینکه اون زمان که آسفالت نبوده که، خیابونا مثلا درب داغون بوده، بعد پادشاه ها رو پاشنه بلند براشون درست میکردن. پاشنه بلند میخیا یا کلوفت؟ نه، کلوفتر بوده، مثل چکمه هایی که ولی پاشنه ها بلند بوده، پادشاه ها میپوشیدن که لژ هم داشته دیگه. آره لژ داشته بود، به خاطر که وقتی راه میرفتن گلی نشن، مثلا خاکی نشن، گله یه کمی یه طبقه برن بالاتر، احساس بهتری پیدا کن. وقت بعدش کم کم خانوما برمیدارن، ازشون دوزیدن. آره کم کم خانوما برمیدارن. ولی شکر خدا الان فشن که همه کفشا اسپورت و پاشنه کوتاه و خیلی راحت شده واقعا. آره. البته خب نمیدونم این فشن تا کی ادامه داره،
ولی خب در کنارش کفشای بسیار گرون قیمت هم وجود داره که خب با پاشنهایی که قشنگ و با نوکای باریک و میذاریمش توی کیسه مخمل شیک، میذاریم تو کیفمون، تو عروسی میپوشیم، بعد بلافاصله درش میاریم. خب که دیگه چی کار کنیم؟ آره از الان که بشینین دمش نمیزنه بهتون. آره دیگه، البته عروسایی هم الان هستن که با لباس عروس کفش راحتی کفش اسپورت میپوشن، سفید بلند خیلی شیک پر از تور و اینا، ولی اسپورته خیلی شیکه، میتونه اون کارم انجام، بالاخره راه پیدا میکنه. بیش از حد نباید، تعادل دیگه، مثل همون کیفی که گفت، وقتی که کیف سنگین رو دوشتو میذاری چون مجبوری شونه رو بالاتر بگیری که این کیف رو حملش کنی، خب اثر میذاره روی مهره هات، هی کم کم تعادل بدنت به هم میخوره. زندگی همش بر مبنای تعادله. اگر مثلا حالا یک کم پاشنه میپوشی، بعد درش بیار و کمتر بپوش، البته ایشون میگفت همه هفته رو نپوشی، ولی بعضی وقتا میشه هم قرتی بود و قشنگ و زیبا، هم رعایت کرد. الان که تو میلان ایتالیا من تصاویرش رو هی مرتب میبینم، همه راحت پوشیدن، میگم تمام لباسای شیک با کفشای راحت. آره بره. بریم سر زیبایی و ماساژ و چیزایی که پوستمون رو خوب میکنه. یه خبر خوش بدیم که ویتامین سی داره به دستمون میرسه که کلاژن سازی پوستتون زیاد بشه، دیگه نیازی نباشه بریم جراحی بکنین. با ماساژ و ویتامین سی لاسین و خود سرم خاویار لاسین بتونید تا 10 سال 20 سال انشالله جوانیتون رو برگردونید. و من بهتون قول میدم ماساژ دادنم فراموش نکنید. حالا ببینیم که این خانم چه کارهایی رو برای پوستش میکنه که اینقدر پوستش زیباست. Es así como a mis 55 años logré lucir 10 años más joven con mi cuello tonificado. Estos son dos ejercicios que te van a ayudar. El primero solo estira el músculo debajo de la piel para descontracturar. El segundo ejercicio solo mira hacia arriba e intenta elevar el mentón. 30 segundos unas 4 veces. چقدر عالی بود مال گردن. این برای گردنم خیلی خوبه، برای گردن بود. گردن یه طرفشو بعد بکشین طرف بالا، اینطوری که میکشی بعد اینو میاری طرف پایین، یعنی یه دستو میگیری زیر چونت، میگیریش طرف بالا. ببین منظور اصلی از تمام این ویدئویی که ما نشون میدیم یاداوری ماساژ گردش خونه، مواد تقویتی از طریق ماساژ دادن به پوسته و تمام ماساژ ها به طرف شقیق است. یعنی حتی اینو ببینید به این طرف میداد، بعد اینجا رو با دستش میکشید. یا صورت همینطور، حالا ماساژ های بعدی رو هم میبینید همش هدایت میشه طرف شقیقه. هرچی اینجا صافتر و فراختر به قول معروف بشه، این یه تکه، یعنی از بینی به این بر، صورت زیباتر و قشنگتر میشه. و با ماساژ دادنه که ما میتونیم مواد تقویتی رو وارد پوست بکنیم. ماساژ خیلی خیلی مؤثره، به خصوص با لاسین که پوستتون رو سفت سفت میکنه. بریم یه ماساژ دیگه هم ببینیم. Dejo gratis la rutina facial completa con la que logré verme 5 años más joven. Es importante que la realice todos los días haciendo de 15 a 20 repeticiones por ejercicio en un máximo de 4 rondas. Si eres constante, podrías lucir incluso hasta 10 años más joven. خب بسیار عالی، امید دوره خیلی خوبی داری میگذرونی. خیلی خیلی یادآوریه. ببین هممون میدونیم این چیزا خوبه، ولی همیشه وای ببخشی معذرت میخوام، همیشه میگیم که آب برنج مثلا ژاپنیا استفاده میکنن، عسل، هیچ کاری که نمیکنین یکم عسل بزنین به پوستتون را برین تو خونه و ماساژ بدین، بعد با آب ماساژش بدین، بعد لاسین بهش اضافه کنین، سرم خاویار لاسین و ویتامین سی به علاوه ماساژ. من بهتون قول میدم به هیچ بوتاکسی، به هیچ فیلری، به هیچ جراحی احتیاج نخواهید داشت. بعد هر روز باید این ماسکا رو گذاشت و این ماساژا رو داد هر روزه؟ نه، ماسک هفته دو بار هر ماسک. آره ماسکا رو هفته دو بار، ولی عسل مثلا یه غذاست دیگه، میتونین هر روزم بزنید یا هر شب میتونید مثلا از عرقیات استفاده کنید برای پاک کردن پوستتون. مثل گلاب، مثل کاسنیم، عرقای بهار نارنج، اینا بهترین تونر هستن که روزنه ها رو میبندن، ولی آخر کاراتون باید بزنید. یعنی اول باید
ماساژ بدید، ولی ماساژ نباید تنها باشه، حتما با سرم باید باشه. سرم خاویر لسینه با یک کمی آب میزنید، میبینید وقتی ماساژ میدین. اتفاقا من میخوام دفعه دیگه بیارم این کار رو براتون انجام بدم. من لسینام که تموم میشه آخرش میشه بازش میکنم، آب میریزم توش، به هم میزنم، این دوباره با یه قطره‌ای که تهشه غلیظ میشه، کف میکنه و پر پروتئینه، یعنی نشون میده که یه قطرهش چقدر پروتئین داره. برای همین یه قطره از سرم خاویر لسیه بعد اونو چکار میکنه؟ اونم به صورت سرم سیکار میکنه؟ منم اونم میزنم به پوستم، ماساژ میدم شبا، میارمش دفعه دیگه. بنابراین یه قطره سرم خاویر با یه کمی آب اینطوری که بکنین کف میکنه، اصلا سفید میشه و بعد میمارید پوستتون رو ماساژ میدین. بعد که خوردش رفت اون وقت میتونید به اصطلاح تونرتون رو بزنید، روزنه ها رو ببندید. تونر چی بزنم؟ تونر هم گلاب و اینا رو من میزنم. همونو میزنم. آره، برای که روزنه هم بسته بشه فقط عرقیات استفاده میکنم. به خاطر اینکه مثلا عرق کاسنی خنک، بهار نارنج خیلی خوبه، گلاب گرم، همشون خوبن این خب، عرقیات. میتونی چقدر آدم میتونه صرف جویی بکنه در پول؟ بله دیگه، اینو به خدا حالا نبادم قسم بخورم 90% خریدایی که میکنیم به درد نمیخوره. نه دقیقا. همش تبلیغات. دقیقاً. ببینین لسیان هم من میگم حتی کرمشو نمیخواد بخرید. چون هر کرمی بزنین کافی، روغن بادوم بزنین. بهترین کرم دنیا روغن بادومه. خب روغن بادوم استفاده کنین، اینم شب. روز فقط مرطوب کننده. اصلاً کرم استفاده نکنین چون گرد و غبار رو میگیره به خودش. چی آماده داریم؟ رنگا که شما خوشتون میاد. چدی اینقدر این ویدیو رو دوست خواهیم داشت که در مورد رنگ ها و خونه و زیبایی صحبت. بسیار عالی. طراحی داخلی یه نقش بسیار حیاتی داره. حالا بیاین یه سری رنگای کلیدی و تاثیرات روانشناسی اونا رو بررسی کنیم. رنگ قرمز که رنگ انرژی، شور و هیجان میاره، میتونه حتی ضربان قلب ما رو بالا ببره و جریان آدرنالین رو افزایش بده. ما میتونیم توی آشپزخونه استفاده کنیم، میتونیم برای اتاق غذاخوری استفاده کنیم یا حتی توی اتاق نشیمن، ولی توی اتاق خواب مثلا استفاده نکنیم. رنگ آبی که رنگ آرامشه، رنگ سکونه و رنگ بهره‌وری، میتونه فشار خون ما رو پایین بیاره و حتی تنفس رو آهسته تر کنه. میتونیم توی اتاق خواب استفاده کنیم که با آرامش بیشتری خوابمون ببره. اتاق یوگا یا مدیتیشن میتونیم رنگ آبی رو استفاده کنیم، چه برای مبلمان و چه برای دیوارها. رنگ زرد، رنگ مورد علاقه من، رنگ زندگی، رنگ نور خورشید. زرد احساس خوشبختی و انرژی و گرما به محیط میاره. میتونه فعالیت‌های ذهنی ما رو بیشتر کنه، ما رو خلاق کنه. از رنگ زرد میتونین توی اتاق کاریتون استفاده کنین، توی آفیستون که بتونین خلاق‌تر باشین. میتونین توی آشپزخونه و محل غذا خوردنتون از رنگ زرد استفاده کنی. رنگ سبز نماینده طبیعت و تعادل و تجدید. رنگ زندگی، سبز آرامش بخشه و یه حس تازه کننده و فرشی داره. واقعا همه جا میتونین استفاده کنین، ولی بهترین جا توی اتاق نشیمنه، اتاق خواب و حتی حمام. سبز هم باز طیف‌های خیلی متفاوتی داره. به نظر من بهترین راه استفاده از سبز لیر کردن اون رنگ، به خاطر اینکه عمق بهتری به اون فضا میده. رنگ بنفش یه رنگ بسیار لوکسه و اون حس اقتدار رو نشون میده. سایه های تیره بنفش میتونه خیلی دراماتیک باشه، یه مقدار حس مرموزی رو به اون اتاق بیاره و سایه های روشنش مثل لوندر خیلی آرامش بخشه. رنگ بنفش رو توی تیپ های روشنتر توی اتاق خواب یا اتاق نشیمن استفاده کنید. رنگ نارنجی که در واقع شور و شوق و هیجان و گرما رو به فضا میاره، مثل اتاق نشیمن و یا محیط های اجتماعی شما میتونید رنگ نارنجی رو استفاده کنید و در اتاق بازی و ورزش هم میتونید رنگ نارنجی رو انتخاب کنید. برای اتاق خواب یا اتاق کار رنگ نارنجی استفاده نکنید. و در آخر هم رنگ های خونسا مثل رنگ سفید، خاکستری یا بژ. اینها در واقع رنگ های پس زمینه هستن. زمینه فراهم میشه که شما بتونین رنگ هایی که خیلی بولتر و یا برجسته تر هستن توی اون فضاتون استفاده کنید و این رنگ های نوترال خیلی آرامش بخش و چند منظوره هستن. توی کامنت ها برام بنویسین که شما بیشتر از چه رنگ هایی توی دکوراسیون داخلی استفاده میکنید. اطمینان.
من خیلی معتقدم به هماهنگی رنگ. چون من خودم هم خیلی با رنگ بازی میکنم. خیلی دیدم. مخصوصا تو خونه با مبلمان و اینا. و فوق العاده زیباست و زیبایی خاصی میاره. یادتونه راجع به خونتون توی ایران میگفتی که یه رنگی آبی بود موکتا؟ من موکتم رویال بلو کردم. رویال خیلی ها یعنی جرأت میخواد. هر کسی نمیتونه این جرأت داشته باشه که یه دفعه رویال بلو رو بده توی مثلا موکت همه خونه. خیلی زیبا شده بود. البته خب تمام دیوارا رو تقریبا سفید کرده بودم با خاکستری خیلی کم رنگ. زمینه داشتی؟ زمینه داشت، قاطی کرده بودم. خب پرده ها هماهنگی داشت، همین سفید و رویال بلو بود. خیلی بیشتر سفید رو توش زدم و یک رنگ آمیزی بسیار زیبایی از آن در بازی با رنگ ها. من دیشب تاره یه چیزی به فکرم افتاده پوری جون. ایشون هم گفتن خاکستری و سفید و کرم و اینا زمینه است پیش پس زمینه است که آدم بتونه رنگ ها رو درش برجسته بکنه. بعد یه تابلویی دارم همش میگم که این اگه رنگ توش بود، چون بیرنگه و خاکستری و سفید، اگه رنگ توش بود خیلی قشنگ بود. بعد خب خوندم که حتما توی خونتون یه تکه رنگ قرمز داشته باشین. حالا یا وسیله قرمز یا دکوریشن یا رنگ یا یه قسمت. حالا دیشب تاله به سرم زده که خب این تابلو رو بردارم یه روزی برم پیش آرتا نوه خودم با هم رنگ توش بدیم. چرا که نه؟ با اثر دستش، با بهترین آیدیای ممکن. آره من و نوه بشینیم نقاشی بکنیم، هر جور دوست داره رنگا رو بذارم جلوش. میدونی چه سرگرمی خوبی هم برای خودتم، برای اون بچه هست. آره و چه خاطره قشنگیه وقتی که به دیوار خونت آویزون میکنی، هر موقع اون بچه میاد میبینی چقدر خوشحال خواهد شد. آره این به ذهنم اومده که این کار مشترک رو باش انجام بدم و بذارمش به دیوار، چون رنگ نداره، رنگ قرمز توش بدم یا رنگ اورنج اینا رو بگیرم بدم. حالا بخواد دست بزنیم هر کاری میخواد بکنه، دست بزنه یا کف پاشو بذار، چون بچه‌ها خب بیا آیدیا گرفتم. پدرای جوان خیلی به این معتقد هستن که بچه‌ها رو دست سن پایین یه نشونی از کف دستشون و کف پاشون داشته باشه. آره تو بیمارستان گرفتن قدم کوچولوی خودش میگه من بیبی بودم اینجا رو گرفتن و خوشم الان بیبی ها. حالا بکن این کارو، آیه خوبیه. حالا یه خاطره تعریف کنم از آرتا. چند روز پیش نوام بهش میگم که آرتا بلس یو، عدسه کرد، میگه نو عافیت باشه. فارسی حرف میزنه که وقتی فارسی حرف میزنی بچه هم یاد میگیرن. من لذت میبرم وقتی اونم بچه خیلی لذت بخشه. آره خیلی خوبه. در مورد کتاب خوندن صحبت کردیم، این که تو فضا هر جوری شده روزی دو تا صفحه هم بخونیم که بچه ها یاد بگیرن، خودمون یاد بگیریم، حالمون خوب باشه. این عزیزمون در مورد کتاب خوندن دارن صحبت میکنن که ببینیم نظرشون چیه. به اتفاق بشنن. برای من تفریح خوندن کتاب غیر از کتاب های تخصصی ما، ببخشید نمیگم نگاه کردن یه چیز مثلا فلان انسیکلوپدیا برام باشه، ولی این کتاب ها رو ما خوندیم. شاید الان شما از من بپرسین که اون کتابی که مثلا مال تولستوی خوندی، یا مثلا خیلی دوره ما ترجمه های درخشانی میشد، واقعا یک جنبش ترجمه درجه یکی صورت گرفت، رمان های خوب مثلا بزیره. اصلا نسل ما، من تا در اومد، تا ایرج پزشکزاد که واقعا عالی ترجمه کرد بود، من تو خوی داشتم اونو، میفهمی؟ یعنی اینقدر کتاب خوندن جزء تفریحات. خب این کتابو که تو میخونی ممکنه گفتم الان یادم نباشه که جزئیاتی که برادران کارامازو چی، ولی خوندن کتاب آدمو ذهنشو باز میکنه. تو نمیفهمی چطور، نمیتونم من به تو بگم من از چی ذهنم باز شد، ولی باید باز بشه. این حرفی بود که یکی از خانوما به من زد. گفتم ببین خب ما که همش یادمون رفته. گفت تو فراموش میکنی که این رمان ما رو ساختن، بدون اینکه بدونی ما رو ساختن دیگه. گوش کردی؟ یعنی مثل محبتی است که تو از مادر پدر و خاله و عمت میبینی، نمیفهمی ولی این تو رو میسازه. در واقعا خوندن در شخصیت آدم نقش بسیار بزرگی میتونه داشته. بله ایشون خانم جالی آموزگار یگانه هستند که آموزگار یگانه که پژوهشگر ایرانی
پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی که در مورد کتاب نظرش مشخص از ایشون خیلی شخص فهیمی هستن. خیلی خیلی گفتم که معرفیشون هم بکنم برای اون کسایی که من اینقدر لذت میبرم با افرادی که از خودم سنشون بالاتر هست، مخصوصا خانوما، بشینم راجع به همین مسائل فرهنگی و کتاب و از دانششون، بینششون، تجربهشون بخوام استفاده بکنم. یعنی ساعت‌ها اگر باشون بشینم خسته نمیشم. الگوان دیگه دقیقا. حالت خوب میشه. میگه این جلوتر از من رفته، تجربیات بیشتر داره و چقدر داره کیف میکنه از زندگی. چقدر راه‌های لذتی هستش که حیفه که ما وقتمون رو تلف کنیم، حرفایی بزنیم که جزء چرند و پرند باشه، کسایی رو دورمون بیاریم که به هر حال چیزی به ما اضافه نمی کنن. میگن تو اونی هستی که 5 نفر دورت هستن. خیلی خوبه که آدم حتی اگر از نظر فیزیکی کسی رو نزدیک نداره، تو سوشال مدیا که میره، تو دنیای مجازی با اینا در ارتباط باشه، اینا رو پیدا کنه. و خوشبختانه هوش مصنوعی و دنیای مجازی هم تست شما رو متوجه میشه، هر چی که دوست داری همونا رو هی برات بیشتر میاره و در اختیارت قرار میده. مریم جون چی میخوایم پخش کنیم؟ اوکی، دوباره بریم سری جوانای ایرانی و کارهای قشنگی که میکنن با صدای قشنگشون بشنویم و برگردیم. یه جوانی هم از سوسن عزیز خونده بود، حالا نمیدونم همینه میخوایم پخش یا بعدم پخش. یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم، با شوق رویت تا سحر چشم انتظار میموندم، اما دیگه تموم شد، عمرم به پا تروم شد، از من نصیحت بشنو ای دل، که زندگی همینه، روز از نو روزی از نو عیده. عجب صدایی، میبینی؟ زنده میکنن، زنده میکنن. ببینی جوان ها به دنبال آفت و محوش و نمیدونم باور و سوسن و پریاب و چقدر هم دارن طرفدار پیدا میکنن. آره آره، وقتی یه چیزی اصیل و خوب باشه حتما زمان از روش برداشته. آخه اگه یادتون باشه اینه در زمانهای خودشون خیلی دشمن داشتن، خیلی بهشون بیه به آفت ها و محوش ها خیلی بی احترامی میکردن، ولی خدا رو شکر الان خودشون نیستن، ولی روحشون اینجاست و روحشون رو دارن شاد میکنن. دمشون گرم جوونا که واقعا اینا رو زنده میکنن. بعضی وقتا کارای خوب، حالا چه در کوچه بازار باشه چه در کتابا باشه، مثل شعرهای مولانا، مگه قرنها گذشته کهنه شده؟ مگه زمان روش اثر میذاره؟ مگه مکان روش اثر میذاره؟ هر لحظه که میخونی تازه است، هر لحظه که میشنوی تازه است. اینه که اینا هم همینطوره و جوان ها میان و نسلهای آینده و اینا رو نگهشون میدارن. چیز خوب نگه داشتنیه و نگه داشته میشه. ما نیست که امروز بهمون گفتن یه چند دقیقه زودتر برنامه رو تموم بکنیم، هی دلم شور میزنه همه رو نشون بدیم. بله. بریم سه خوشمزه دیگه ببینیم برگرد. همه رو نشون دادیم، باز موزیک ویدیو میخوایم بذاریم. بس بذار من راجب ویتامین سی مون یه کمی حرف بزنم و خدا بزی بکنم. یکی اینکه رادیو قاصدک که حتما گوش کنین، چون برنامه‌اش خیلی داریم براش زحمت میکشیم، نه من، گروه فکرش و متخصصین و پزشکایی که وجود دارن. و کتاب خوندن رو گفتیم امروز و ویتامین سی رو گفتیم که حتما به زودی به دستمون میرسه، میاریم اینجا نشونتون میدیم، بخرین. و بهترین خرید اینه که حاصلش وارد وجود اون بشه، عمرمون رو طولانی کنه، شادمون دقیقا. بکنه و لحظات خوب بمون بده. دقیقا، ما که همیشه با محصولاتی که شما آوردین همیشه خوش بودیم و
و راضی بودیم و خواهیم بود واقعا. خدا رو شکر. ممنونم از این موقعیتی که به وجود میاری و از رنگ قرمز گفتیم، زیباترین رنگ قرمز الان اینجا بود روی سینه پوریشون. گوشواره هاشون هم شما نمیبینید، من از نزدیک میبینم دم گوشواره ها تمام مهرهای قرمزه، خیلی قشنگه. حالا من بهشون پیشنهاد کردم که یه ویترین بسیار زیبا درست کنن و این جولری هاشون رو به خصوص قدیمی ها رو روش بذارن و ما بریم فیلم برداری کنیم بیاریم تو برنامه نشون بدیم. 100% حتما این کارو خواهم. مواظب خوبیای خودتون باشین. هفته بسیار خوبی رو در کنار خانواده و دوستان خوب داشته باشین. خدا نگهدار. تمام دستا بیاد بالا. شبیه من. برد آرام دلم یار دل آرام کو، آن که آرام برد از دلم آرام کو، آن که آرام برد عشق من و جان کو، آن که عاشقش شدم جانان جانان کو. بریم. وای 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 دل من شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم میشم پریشون چشاش، وای 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 دل من شده دیوونه اون، دل دیوونه من اسیر مست موی اون، وای 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 شده عاشق نگاش، وای که نمیدونستم، وای 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 دل من شده دیوونه اون دل.